بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما متقاضیان شرکت در آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری. بنده اوسانلو هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه با 15 سال سابقه تدریس و همکاری با مؤسسه آموزش عالی فاضل. برتولت برشت، یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان آلمان، معتقد است افرادی که قضاوت میکنند که نقش شما هم انشاءالله بعد از عبور از این آزمون ورودی نقش قضاوتی است در پرونده های مالی، باید حائز دو ویژگی باشند. ویژگی اول به تخصص اونها برمیگردد، که یعنی شما یک اشراف اطلاعاتی روی استانداردهای حسابداری و روی موازین و مقررات مالی داشته باشید، و ویژگی دوم از یک روحیه بلندی برخوردار باشید که بتوانید با تعهد و به عبارتی به دور از هر گونه تعصب و جانبداری خاصی یک قضاوت منصفانه ای رو داشته باشید. ما قصد داریم در کارگاه تست زنی با حل نمونه تست های مربوط به ادوار گذشته کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یک جنبندی مناسب، قسمت اول یعنی اون توانمندی شما را در حوزه تخصصی رشته حسابداری ارتقا بدیم. برای نمونه بنده تست هایی رو از ادوار گذشته خدمتون جمع آوری کردم که اینها رو با هم جمع بندی میکنیم تا شما هم با رویه کار ما آشنا بشید و انشالله اگر توفیقی باشه بتوانیم در کارگاه تست منتظر شما متقاضیان گرامی باشیم. بنده سعی کردم تست های متفاوتی رو از سرفصل‌ها ها و تاپیک های متفاوت در زمینه حسابداری مالی و حسابداری صنعتی جمع آوری بکنم. مثلا تست شماره یک رو که ملاحظه می‌فرمایید، اشاره به بحث حسابداری تورمی در قالب درس مباحث جاری در حسابداری مالی شما داره. خب من معتقدم و همیشه این رو به دانشجویان و شماها هم که دانش آموختگان هستید خاطر نشان می کنم که همیشه انتهای تست را ابتدا بخوانید، یعنی ببینید خواسته طراح سوال از شما چیست، سپس به ابتدای تست برگردید تا ببینید برای پاسخ به اون خواسته چه اطلاعاتی رو طراح در اختیار شما قرار داده، به عبارتی معلومات سوال چیست. خب در پایان سود یا زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی از شما خواسته شده. اگر حضور ذهن داشته باشید بحث The Power and Loss Purchasing Power یا سود یا زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی یکی از مباحثی بود که ما در چرخه حسابداری تورمی میگفتیم که به عنوان چرخه اول و گام نخست هست. یعنی ما باید ببینیم نگهداری اقلام پولی برای ما آیا سود داشته یا ما را متحمل ضرر و زیان کرد. خب برای این کار اجازه بفرمایید که بنده تابلو را هم خدمتون باز بکنم. برای این کار شما باید خالص اقلام پولی ابتدا و انتهای دوره رو محاسبه بفرمایید. خالص اقلام پولی ابتدا و انتها. خب خالص ابتدا رو اگر بگیریم، یعنی دارایی‌های پولی رو منهای بدهی‌های پولی کنیم. من دارم به شما یک الگو و مدلی رو آموزش میدم که هر سوال حسابداری تورمی که اشاره به سود یا زیان نگهداری اقلام پولی بود اون رو بتونید محاسبه کنید. یک مدل هست و در داخل این مدل هر گونه تستی که مربوط به این حوزه باشه جا میگیره. خالص اقلام پولی ابتدای دوره، یعنی دارایی پولی ابتدا منهای بدهی پولی به عبارتی ابتدا، که یعنی 2000 منهای 3000 که میشه به عبارتی منفی 1000. 2000 منهای 3000 میشه منفی 1000، یعنی خالص اقلام پولی ابتدای ما منفی است. خب بعد از این میریم سراغ خالص اقلام پولی پایان دوره. همین کار رو
با مانده های پایان می کنید. یعنی این بار 3000 رو منهای 2100 می کنید که میشه 900 مثبت. پس الان شما دو تا خالص دارید، یکی خالص ابتداست منفی 1000 و یکی هم خالص انتهاست 900. حالا باید ببینید برای اینکه اون منفی 1000 به اون 900 برسه در طی دوره شما چقدر تغییرات داشتید. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقاتی افتاد، ما حاصل اون مبادلات و فعالیت هایی که اتفاق افتاد چه آثار مثبت یا منفی روی اقلام پولی شما گذاشت که منفی 1000 شد مثبت 900. یعنی دیفرنس یا اختلاف این دو قلم رو بگیریم، اختلاف این دو قلم میشه مثبت 1900، همونطور که شما هم فکر میکنم با من هم عقیده هستی، درسته؟ میشه مثبت 1900. خب بعد از اینکه تغییرات طی دوره رو هم گرفتیم، حالا باید بر اساس شاخصی که مسئله به ما داده ما شاخص طی دوره رو محاسبه کنیم. شاخص طی دوره، خب وقتی میگیم شاخص طی دوره یعنی یک میانگین شاخص محاسبه کنیم. میانگین یعنی چی؟ یعنی شاخص ابتدا به علاوه شاخص انتها تقسیم بر 2، 120 به علاوه 126 تقسیم بر 2 میشه 123. دوستان 123. خب حالا ما سه قلم داریم، دوستان سه قلم داریم، خالص ابتدا، خالص پایان و اون تغییرات طی، یعنی منفی 1000، مثبت 900 و مثبت 1900 و یک شاخص طی دوره. خب کار بعدی ما این هست تمام این سه قلم رو برسونیم به یک نقطه، برسونیم به وسط و میانگین سال و سپس بتونیم ارزیابی بکنیم آیا سود قدرت خرید پول داشتیم یا زیان قدرت خرید پول. خب شروع میکنیم از قلم اول. قلم اول منفی 1000 هست. بگیم منفی 1000 ضرب در، خب همونطور که عرض کردم قرار هست این اقلام همه برسه به وسط سال. خب شاخص وسط سال یا همون طی سال یا میانگین سال چقدر هست؟ 123. پس در صورت اون شاخصی رو میذاریم که میخوایم بهش برسیم، میخوایم این عدد رو در اون تاریخ تعدیل کنیم. خب قرار هست که ما به وسط سال برسونیم، پس 123 رو میذاریم که شاخص وسط ساله. مخرج رو چی میذاریم؟ مخرج رو تاریخ تولد اون قلم رو میذاریم. 1000 از کجا آمده است؟ 1000 خالص اقلام پولی ابتداست. خب ابتدا شاخصش چند است؟ 120. پس ضریب ما میشه 123 120. خب این رو محاسبه بفرمایید میشه 1025، البته داخل پرانتز به جهت اینکه عرضم به حضور شما 1000 منفی است، پس عدد تعدیل شدهش هم منفی میشه، میشه منفی 1025. خب همین کار رو برای دو قلم بعدی انجام بدیم. قلم بعدی 1900 بود اگر یادتون باشه، اون تغییرات طی دوره بود. میگفتیم 1500 تغییرات طیه، یعنی چی؟ یعنی همون تغییرات وسط ساله. پس باید مخرج کسر ما دوستان همون 123 قرار بگیره، چون تاریخ تولد این قلم همون 1900. صورت که برای همه 123 هست بچه ها. چرا؟ چون ما قصد داریم همه اقلام رو به وسط سال منتقل کنیم، یعنی بر اساس شاخص میانگین تعدیل کنیم. اما مخرج میشه تاریخ تولدشون. برای منفی 1000 120 گذاشتیم چون زاده ابتدای دوره است و برای 1900 123 میذاریم چون زاده به عبارتی طی دوره است. و اما برای قلم آخر، قلم آخر خالص اقلام پولی پایانه، میگیم 900 ضرب در قرار است بره به وسط سال، یعنی 123 خودش مالکه، خودش زاده پایان ساله چون خالص پایان ساله. پس 126 رو میذاریم که این هم میشه 800 و
هفتاد و به عبارتی هشت. خب الان ما سه قلم تعدیل شده داریم دوستان، منفی 1025، 1900 و 878. چه کار میکنیم؟ اول اون خالص اقلام پولی ابتدا رو با اون طی دوره بالانس میکنیم، یعنی جمع میزنیم. 1900 داریم دوستان، یه منفی 1025 میشه چقدر دوستان؟ میشه 875. درست شد؟ خب پس این میشه جمع اون عدد تعدیل شده ابتدا و طی. عدد تعدیل شده پایان دوره 878. یادتون باشه نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی، در بعضی از مواقع در بعضی از کتب‌های تخصصی به غلط اومدن 875 رو منهای 878 کردن. باید خالص پایان دوره رو همیشه منهای اون خالص اقلام پولی طی و ابتدا بکنی، یعنی 878 منهای 875 که نهایتاً به سریال سود میرسیم و گزینه سه یا گزینه جیم میشه پاسخ صحیح این تست. اون منهایی که بین 878 و 875 هست مال خود معادله هست، دقت کنید، مال اعداد ما نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر اون 875 منفی بود، این منفی فرمول هم درش ضرب میشد، میشد مثبت. این رو مد نظر خانم ها آقایون داشته باشن. خب بریم سراغ تست شماره دو. در تست شماره دو حضور شما که عرض بکنم، ما به بحثی در زمینه حسابداری صنعتی پرداخته ایم و یکی از سوالات حسابداری صنعتی در خصوص نقطه سر به سر رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. سوال رو با هم میخونیم و بعد من مثل سوال قبل نکته درسیش رو عرض میکنم و سپس به حل تست میپردازم. میگه در صورتی که درصد حاشیه فروش، بنده معتقدم همیشه برای حل تست داده های مسئله رو یه گوشه برای خودتون یادداشت بکنید. وقتی میگه درصد حاشیه فروش یعنی CM درصد، یعنی contribution margin، این 25 درصده. خب یعنی CM درصد ما 25 درصده، یعنی به عبارتی دیگر هزینه های متغیر 75 درصد فروش رو تشکیل دادند و اون مابقی 25 درصد درآمد فروش رو به خودش اختصاص میده. هزینه ثابت که اون رو با FSC یا Fixed Cost در داخل مدلمون معرفی میکنیم 2,000,000 هست. نرخ مالیات که اصطلاحاً تی کوچیک هست یا تکس هست 40 درصد هست و سود پس از کسر به عبارتی مالیات یا earning after tax EAT 600 هزار هست. این داده هایی است که مسئله دوستان به ما داده. این داده های مسئله هست. پس دقت بفرمایید، CM درصد رو داده، FSC رو داده، T رو داده و EAT رو هم به ما داده. از ما چی میخواد؟ از ما میگه چه مبلغی باید به فروش برسانیم، یعنی میزان فروش ما چقدر باید باشد، میزان فروش ما یا بهتر بگم درآمد ما چقدر باید باشد تا سودی که پس از کسر مالیات باقی میمونه 600 هزار بشه. تا سودی که دوباره تکرار میکنم پس از کسر مالیات باقی میمونه 600 هزار بشه. خب برای این کار ما ابتدا این مدل رو می نویسیم. مدل ما به این صورت هست که CM یا حاشیه سود اگر ازش FSC کم بشه دوستان میشه EBIT. یعنی چی؟ یعنی ما برای این که به سود قبل از بهره و مالیات برسیم می اومدیم CM رو منهای FSC می کردیم. من انشاءالله در زمانی که در کارگاه تست خدمتون هستیم اونجا فرصت بیشتری داریم و بعد این معادله مربوط به نقطه سر به سر رو که حاصل کار خود بنده است براتون اونجا به تفصیل براتون باز خواهم کرد. فقط یه گوشه‌ای رو از این
من اینجا خدمتون عارض بشم که حاشیه سود منهای FSC میشه سود عملیاتی که همون EBIT Earning Before Interest and Tax باشه. از سود عملیاتی حالا اگر ما مالیات رو، چون اینجا فقط مالیات رو داد، مالیات رو کم کنیم به سود به این ترتیب پس از کسر مالیات میرسیم. من همیشه معتقد به ساخت مدلم، یعنی وقتی میشه برای حل تست ها مدل مربوطه رو ساخت، شما رو مدل بهتر میتونید تجزیه و تحلیل کنید. ضمن اینکه این مدل برای سایر تست های مشابه هم به عبارتی ماندگار میمونه و میتونید استفاده بکنید. خب الان ابتدا ما باید از داخل معادله پایین EBIT رو به دست بیاریم. خب دقت بفرمایید. سپس EBIT رو بذاریم داخل معادله بالا، به CM برسیم. به CM که برسیم، CM ما رو به اون هدف ما که درآمد فروش هست میرسونه. پس دقت بکنید. میگیم EBIT ما چنده؟ میگیم EBIT رو که به ما نداده سود قبل از کسر بهره و مالیات، میگیم منهای T یا تکس ما چقدر هست؟ گفته نرخ مالیات فقط 40%. همیشه مالیات بر اساس سود قبل از کسر بهره و مالیات اخذ و محاسبه میشه. پس انگار 40% همون EBIT رو من باید اینجا بنویسم. پس میگم EBIT منهای 40% EBIT شده 600,000. دوستان خب اگر یک نگاه به معادله داشته باشی چه اتفاقی افتاده؟ انگار EBIT ما که چون ضریب نداره، ضریبش 1 یا 100%، 100% EBIT منهای 40% EBIT میشه 60% EBIT. پس 60% EBIT میشه 600,000. دوستان حالا خود EBIT چقدر میشه دوستان؟ میشه 600,000 تقسیم بره به عبارتی 60% که میشه 1,000,000. پس EBIT ما شده 1,000,000 که وقتی 40%، یعنی 400,000 ازش کم شده، شده همون 600,000 که مسئله گفته. پس معادلمون درسته. خب حالا همین معادله رو اگر ما بخوایم بذاریم در داخل مدل بالا دوستان، میگیم CM، میگیم CM رو که ما نداریم، میگیم CM منهای FSC 2,000,000. EBIT چند شده؟ 1,000,000. خب وقتی همچین اتفاقی بیفته CM چقدر میشه دوستان؟ معتقدید که میشه 3,000,000؟ بله 3,000,000 بوده که وقتی 2,000,000 FSC کم شده، شده 1,000,000 EBIT به عبارتی. پس CM ما به دست اومد. خب حالا دقت بفرمایید، تقریبا میشه گفت دیگه کار به پایان رسیده. CM شده 3,000,000. در ابتدای مسئله گفته CM 25% است. یعنی چی؟ یعنی CM 25% درآمد ماست. خب وقتی ما CM رو داریم، به راحتی میتونیم درآمد که کل هست رو به دست بیاریم. پس میگیم TR یا درآمد فروش میشه CM تقسیم بره به عبارتی اون حاشیه یا 25%. نهایتاً TR برابر است با 12,000,000 و گزینه دال میشه پاسخ صحیح این تست. گزینه دال میشه پاسخ صحیح این تست. بسیار عالی. خب بریم سراغ تست بعدی. خب تست بعدی باز مربوط به حسابداری مالی است و بحث پیمانهای بلند مدت، بحث پیمانهای بلند مدت. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در مبحث مربوط به پیمانهای بلند مدت نکته ای رو بهش اشاره کردیم. نکته از این قرار بود که ما طبق استاندارد حسابداری شماره 9 ایران، پس نکته شو دقت بفرمایید، طبق استاندارد حسابداری شماره 9، پس میتونیم این رو استناد بدیم به استاندارد شماره 9 ایران، برای محاسبه سود قراردادهای پیمانکاری ما باید از روش درصد پیشرفت کار، the percentage of completion method، استفاده بکنیم. در روش درصد پیشرفت کار
ما می اومدیم هر سال یک درصد پیشرفت اون پروژه رو محاسبه می کردیم و به همون نسبت هم سود پروژه رو شناسایی می کردیم. خب در سوال همونطور که شما هم مستحضرید و رؤیت می فرمایید اشاره شده در پایان سال دوم، در پایان سال دوم میخوام ببینیم که سود و زیان چقدر هست. خب پروژه هم عمر 4 ساله هست. نگاه به ابتدای مسئله داشته باشید لطفا. عمر پروژه 4 ساله هست. اطلاعات 2 سال رو داده و سود پروژه در سال دوم رو از ما میخواد. پس ما کاری که باید بکنیم، چون درصد پیشرفت ما به صورت انباشته هست، پس ما باید سود سال دوم رو دوستان محاسبه کنیم، به عبارتی سود تا پایان سال دوم. اگر بخوام درست خطاب بکنیم، چون وقتی میگیم درصد پیشرفت کار انباشته هست، یعنی اطلاعات سال اول در سال دوم هم منتقل میشه. درصد پیشرفت کار تا پایان سال دوم محاسبه بشه، دارم اون روال و مراحل رو عرض میکنم. درصد پیشرفت کار در تا پایان، درصد پیشرفت کار تا پایان سال دوم که محاسبه شد، سود پیمان تا پایان سال دوم محاسبه میشه. پس بنده اجازه بفرمایید که همزمان که دارم خدمت شما عرض میکنم محاسبات رو هم داشته باشم. این درصد پیشرفت تا به عبارتی پایان سال دوم، یعنی هزینه های واقعی، مدل شما به این ترتیب بود، هزینه های واقعی رو که تا پایان سال دوم هست، یعنی مجموع هزینه های سال اول و سال دوم 1,500,000 هست، تقسیم بر هزینه های تا پایان سال دوم، هزینه های واقعی تا پایان سال دوم به علاوه برآوردی میکنید. یعنی چی؟ یعنی در مخرج 1,500,000 رو می نویسید به علاوه اون 1,000,000 برآوردی. این رو وقتی محاسبه بفرمایید دوستان میشه 60%، یعنی از اون کل درآمد 60%ش دوستان در، بهتر بگم تا پایان سال دوم چی میشه؟ محقق میشه، یعنی 1,800,000. و حالا اگر این درآمد رو از هزینه های تا پایان سال دوم کم بکنیم، به سود پیمان به این ترتیب تا پایان سال دوم میرسیم. چرا میگم تا پایان؟ برای اینکه اون درصد ما یک درصد انباشته هست. چون 60% ما انباشته هست، سود ما هم سود انباشته هست. پس نمیتونیم بگیم 300,000 گزینه درست ماست. ببینید در حالی که گزینه جیم اشاره به 300,000 کرده به قصد فریب شما، ما اینجا سود سال دوم رو میخوام. دقت بکنید به سوال، سود پیمان در پایان، ببینید نگفته تا پایان. اگر میگفت تا پایان یعنی یک سود انباشته، یعنی سود سال اول و علاوه سود سال دوم که همین 300,000 باشه، اما گفته در پایان سال دوم. یعنی چی؟ یعنی فقط این سود مختص سال دوم باشه. پس ما باید از این سود، سود سال اول رو به عبارتی خارج کنیم. پس میایم درصد، حضور شما که عرض بکنم، پیشرفت کار رو در سال اول محاسبه میکنیم، سود سال اول رو محاسبه میکنیم، از 300,000 کم میکنیم. این میشه ما بقیه به عبارتی مسیر ما. بگیم 800,000 تقسیم بر 800,000 به علاوه 1,200,000 که این نهایتاً میشه 40%. این 40% رو اگر در 3,000,000 ضرب بکنیم به این ترتیب، میشه درآمد پیمان در سال اول. و از این درآمد اگر ما هزینه های سال اول رو کم بکنیم که 800,000، میشه 400,000. به این میگن سود سال اول. خب ما سود سال اول و دوم داریم 300,000، سود سال اولم داریم به تنهایی 400,000. چطور میتونیم سود سال دوم رو به دست بیاریم؟ درود بر شما. از سود سال، از 300,000 که سود دو سال هست، اگر سود سال اول رو کم بکنیم میرسیم به عبارتی سود
فقط سال دوم، یعنی انگار ما در سال دوم 100,000 زیان دادیم. دوستان دقت داشته باشید، 100,000 زیان دادیم. چرا؟ چون مجموع سود سال اول و دوم شده 300,000، سود سال اولم به تنهایی 400,000. پس اگر در سال دوم ما 100,000 زیان بدیم، اون معادله بالا جور در میاد. پس پاسخ گزینه دو، گزینه دو خواهد بود، 100,000 زیان. خب بریم به تست بعدی که تست بسیار بسیار جذابی است و مربوط به مبحث حسابداری صنعتی است و اشاره به بودجه قابل انعطاف داره. خب اجازه بفرمایید که بنده عرضم به حضور شما این تست رو براتون ابتدا بخونم و بعد موارد مربوط به اون رو خدمتون عرض بکنم. در تست بعدی بودجه قابل انعطاف رو به ما داده. هر وقت دوستان بودجه قابل انعطاف رو دیدید یاد حد بالا و حد پایین بیفتید. هر وقت بودجه قابل انعطاف رو دیدید یاد حد بالا و حد پایین بیفتید که من عرض خواهم کرد دقایقی بعد که این چی هست. فقط این موضوع مد نظرتون باشه که ستونی که از ظرفیت صحبت میکنه که ستون اولتون X فرض کنید، ستونی که مبلغ داره رو Y بگیرید، بگید این X Y-ش اینه، این X Y-ش اینه. این رابطه نظیر به نظیر رو من خاطر نشان بکنم. بعد در ادامه میخواد اضافه یا کسر جذب سربار رو به دست بیارید. خب شما میدونید و خوندید در مباحث مربوط به حسابداری صنعتی یک که اضافه یا کسر جذب سربار، اضافه یا کسر جذب سربار برابر است با سربار جذب شده منهای سربار واقعی. به این ترتیب دقت بکنید که این معادله رو بر اساس اونچه که من پای تابلو نوشتم شما هم باید از سمت راست به چپ بخونید، نه از چپ به راست. یعنی چون اگر این کار رو انجام بدید جای اضافه یا کسر ممکنه عوض بشه. سربار جذب شده رو منهای سربار واقعی میکنیم. اگر سربار جذب شده بیشتر بود از سربار واقعی میگفتیم اضافه جذب داریم. اگر سربار واقعی بیشتر بود میگفتیم کسر جذب داریم. خب حالا باید ببینیم در این سوال ما کدام یکی از این حالت ها رو خواهیم داشت. دقت داشته باشید سربار واقعی رو داده 169,500، یعنی اون چه که فقط میخوایم به دست بیاریم سربار جذبی است. خب خود سربار جذبی دوستان رابطه ای داشت و رابطهش به این ترتیب بود. سربار، اینجا براتون بنده یادداشت میکنم، سربار جذب شده برابر است با نرخ جذب ضرب در مبنای واقعی. سربار، حضور شما که عرض بکنم، جذب شده رابطش به این صورت هست. نرخ جذب رو ما ضرب در یک مبنای واقعی اگر بکنیم سربار جذب شده به دست میاد. خب ابتدا بریم سراغ محاسبه نرخ جذب. وقتی میگیم نرخ جذب این برابر است با نرخ متغیر به علاوه نرخ ثابت. این ترتیب وقتی میگیم نرخ جذب یعنی نرخ متغیر به علاوه نرخ ثابت. خب ابتدا نرخ متغیر رو به دست میاریم. دوستان اگر ما اون رابطه ای که عرض کردم X و Y، یعنی اون جدول بودجه قابل انعطاف رو به مصابه یک معادله خط ببینیم، دقت بکنید چه شیرین و جذاب این قسمت. یک X و یک Y که بتونیم بر اساس اون یک خط رو رسم کنیم، شیب اون خط میشه نرخ متغیرم که الان با استفاده از روش حد بالا و حد پایین من این رو به زیبایی براتون محاسبه میکنم. دو تا سطح باید در نظر بگیریم، یکی حد پایین و دیگری حد بالا.
حد پایین رو من مثلا 250,000 در نظر میگیرم، حد پایین، و حد بالا رو 400,000. میگم 400,000 منهای 250,000 تقسیم بر 6,000 منهای 3,000. خب دوستان صورت میشه 150,000، مخرج میشه 3,000، نهایتا نرخ متغیر ما میشه 50. یعنی شیب خط 50 است. شما اگر دو تا سطح دیگه هم در نظر بگیرید، این شیب ثابته دوستان. یعنی دوستانی که 200 و 150,000 رو هم میگیرن باید به همین 50 برسن که میتونید امتحان بفرمایید. خب بعد از اینکه نرخ متغیر به دست اومد، نرخ ثابت رو ما میخوایم. برای محاسبه نرخ ثابت من ابتدا باید کل هزینه ثابت رو به دست بیارم. من معتقدم ایگرگ مساوی است با A به علاوه B X به این ترتیب. این معادله خط دوستان هزینه است. یعنی تمام اون اقلام هزینه‌ای که در اون جدول نوشته شده 200,000، 150,000 و الی آخر، معادله شون به این ترتیب. یه ایگرگ دارند، یه A دارند، یک B دارند که B همین 50 دوستان، و یک X دارند که X هم همون ساعت فعالیت شماست. حالا اگر شما ایگرگ رو مثلا 400,000 در نظر بگیرید، A رو مجهول بذارید، B رو هم که دارید 50، X ایگرگ 400,000 رو هم که دارید 6,000، چه اتفاقی میفته؟ میگی 50 ضرب در 6,000 300,000، از 400,000 اگر کم بشه A میشه 100,000. چقدر جالب، هزینه ثابت ما به دست اومد. حالا اگر هزینه ثابت رو دوستان، اگر هزینه ثابت کل رو یعنی 100,000 شما تقسیم بره، اینجا یک نکته کلیدی باید مد نظر داشته باشی. خیلی از دوستان معتقدند شما میتونید بر اساس هر سطحی A رو محاسبه کنید، اما A فقط در سطح ظرفیت عادی که بهترین سطح ظرفیت برای اندازه‌گیری نرخ جذبه قابل محاسبه است. یعنی فقط باید 100,000 تقسیم بر 2,000 بشه. تو سوال نگاه بفرمایید، 2,000 رو اشاره کرده که ظرفیت عادی هست. حالا میگیم 50 و علاوه 50 میشه 100 دوستان. یعنی این معادله بالا رو ملاحظه بفرمایید، من تکمیل کردم. نرخ ثابت 50، نرخ متغیر 50، مجموع میشه 100 که همون نرخ جذب باشه. حالا بریم در داخل رابطه سربار جذب شده. میگیم نرخ جذب یعنی 100 ضرب در، یک مبنای واقعی ما نیاز داریم. مسئله گفته کار کرده واقعی که همون مبنای واقعیه 75% ظرفیت عادیه. یعنی 2,000 ظرفیت عادی است، اینم 75% که میشه 150,000. سربار جذب شده به دست آمد، سربار واقعی هم داریم 169,500 طبق سوال. پس نهایتا ما کسر جذب داریم معادل 19,500. یعنی گزینه دال میشه پاسخ این تست. پس ببینید تست های مربوط به آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تصور نفرمایید که حالا یک آزمونی هست و شما این آزمون رو خواهید داد، حتما باید اون نکات تستی، اون سرفصل مربوطه رو به درستی مورد تجزیه و تحلیل و مداقه خودتون قرار بدید تا بتوانید که انشالله سربلند از آزمون بیرون میاد، که انشالله ما قصد داریم در این کارگاه ها اون توانمندی های شما رو در حوزه تخصصی انشالله ارتقا بدیم. اما تست شماره 5 یک تست تعریفی است، که این تست تعریفی هم نکته مربوط به خودش رو داره. وقتی میگه در حسابداری ترکیب، یعنی اشاره به مبحث پیشرفته 2 داره. میگه در حسابداری ترکیب واحدهای تجاری، چنانچه سهم واحد تحصیل کننده از ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده بیش از اون پیش نیست، بیش از بهای تمام شده سرمایه گذاری طبق استاندارد باشد. خب تا همینجا دوستان، وقتی اون
ارزش متعارفه، یا بهتره بگم خالص ارزش متعارفه، دارایی های قابل شناسایی شرکت فرعی بزرگتر از اون the whole entity یا همون بهای سرمایه گذاری باشد، ما در این ترکیب یا در این تلفیق متحمل سرقفلی منفی شدیم. اما اگر عکسش صادق باشه، میگفت بهای تمام شده بزرگتر از اون خالص ارزش منصفانه هست، ما سرقفلیمون مثبت بود. وقتی سرقفلی منفی است، این نکته رو بگم و تمام کنم این تست رو، وقتی سرقفلی منفی است، ما سرقفلی منفی رو بین دارایی های، دقت بکنید، بین دارایی های غیر پولی قابل تشخیص سرشکن میکنیم. بین دارایی های غیر پولی قابل تشخیص سرشکن میکنیم دوستان. خب حالا دارایی های غیر پولی قابل تشخیص کدوم هست دوستان؟ میشه گزینه جیم، یعنی به عبارتی از دارایی های غیر پولی قابل تشخیص اون سرقفلی منفی رو کسر میکنیم، به عبارتی تسهیم میکنیم بین اون دارایی های غیر پولی که اشاره به استاندارد حسابداری ترکیب داره. خب بریم سراغ، البته اینجا من یه نکته عرض بکنم که در استانداردهای امریکا استانداردهای غیر جاری رو ملاک قرار داده، اما در ایران استانداردهای غیر پولی، یعنی اگر دانشجو یک مقدار روی استانداردهای دومینال یا داخلی اون تسلط کافی رو نداشته باشه، گزینه دال هم هست که اشاره به استاندارد امریکا داره، غیر جاری. اما در ایران متن استاندارد از دارایی های غیر پولی صحبت میکنه. و اما تست پایانی که مربوط به حوزه حسابداری دولتی است، پس از مباحث حسابداری دولتی هم ما سوالاتی خواهیم داشت. در بحث حسابداری دولتی بیشتر مبانی مد نظر هست، مبانی حسابداری و مراحل انجام خرج که طبق قانون محاسبات عمومی کشور که انشاءالله در کارگاه تستنی خدمتون باشیم نکاتی رو من عرض خواهم کرد. در این تست شما درآمد رو در مبنای نیم تعهدی و تعهدی تعدیل شده باید محاسبه کنید. خب جا داره که قبلش نکته ای رو عرض بکنیم. ما پنج مبنا داریم، پنج مبنای حساب داریم. هر مبنا یک زمانی رو برای شناسایی درآمد و هزینه معتقد هستن. در مبنای نیم تعهدی درآمدها مثل مبنای نقدی محاسبه میشه، یعنی به محض وصول. و در مبنای تعهدی تعدیل شده درآمدها دو قسمت میشن، اونهایی که قابل شناسایی و قابل اندازه‌گیری هن به محض تحقق، و اونهایی که غیر قابل شناسایی و غیر قابل اندازه‌گیری هن به محض وصول شناسایی میشن. خب حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم بریم سراغ پاسخ. ابتدا درآمد رو در مبنای نیمه تعهدی محاسبه کنیم، یعنی قسمت اول تست، که به محض وصول باید درآمدها شناسایی بشه. آیتم اول میگه درآمدی که تحقق یافت وصول هم شد در سال جاری. دقت کنید که ملاک ما و سال گزارشگری ما سال جاری هست. خب این درآمد در سال جاری وصول شد، دقت کنید در مبنای نیمه تعهدی براش وصول مهمه نه تحقق، وصول در سال جاری که این اتفاق افتاد برای گزینه یک. پس 2,500,000 رو شما دارید و باید به عنوان درآمد مبنای نیمه تعهدی محاسبه کنید. دومی میگه درآمدهایی که تحقق یافت وصول نشد، دیگه اصلا ادامه شو نخونید چون میگه وصول نشد. عرض کردم در مبنای نیمه تعهدی برای ما وصول مهمه. سومی درآمدهایی که تحقق یافته سال قبل، دقت کنید در سال قبل تحقق یافته، در سال جاری وصول شده. خب برای ما وصول در سال جاری مهمه، یعنی اگر عکسش بود میگفت که در سال قبل پیش دریافتش وصول شد، الان تحقق یافت نمی آوردیمش. چرا؟ چون میگفتیم وصولش در سال جاری نیست، اما این گفته وصولش در سال جاری، پس 1,400 هم میاد با اون 2,500 اگر جمع بکنیم میشه 3,900,000 تا اینجا فعلا. مورد چهار، درآمدهای تحقق یافته سال قبل
که تا کنون هم وصول نشد. خب همین که میگه وصول نشد رهاش میکنی. 5 درآمدهای تحقق نیافته سالهای آتی که در سال جاری وصول شد. باز اون قسمت دوم به درد ما میخوره، میگه در سال جاری وصول شد، پس یه 300 هم اضافه کنید. یه 3900 داشتیم، یه 300 میشه 4200. ما دو تا گزینه 4200 داریم، پس یا ب میشه یا جیم میشه. میتونیم از حذف گزینه ها هم و از این استراتژی هم استفاده کنیم و گزینه یک و گزینه دال رو به عبارتی حذفش کنیم. حالا بریم قسمت دوم. میگه درآمد در مبنای تعهدی تعدیل شده چند هم. دقت داشته باشید، درآمد در مبنای تعهدی تعدیل شده به عبارتی برگرفته و منبعث شده از همون مبنای تعهدی است، یعنی ابتدا باید تحققش احراز بشه در سال جاری. خب برای مورد یک احراز شده هست، پس 2500 هست. برای مورد دو هم احراز شده هست، پس 2500 و اون هم به عبارتی 1500 رو ما خواهیم داشت، در مجموع میشه 4 میلیون. بریم جلوتر. مورد 3، درآمدهای تحقق یافته سال قبل، چون مال سال قبله پس رهاش میکنیم، حتما باید تحقق در سال جاری باشه. مورد 4 باز درآمدهای تحقق یافته سالهای قبله که تاکنون هم وصول نشده و لیکن در آینده هم وصول نخواهد شد. دقت داشته باشید، در آینده هم وصول نخواهد شد. پس همین که میگه تحقق یافته سالهای قبل باز رهاش میکنیم. مورد 5، درآمدهای تحقق نیافته، باز که میگه تحقق نیافته باز هم رهاش میکنیم. پس فقط میشه مورد 1 و 2 که جمعش شد 4 میلیون، یعنی فقط تحقق یافته های سال به عبارتی جاری رو ملاک قرار میدیم. پس پاسخ با این اوصاف میشه گزینه 2. امیدوارم که از این فایل خسته نشده باشید و استفاده لازم رو برده باشید. انشالله قول خواهیم داد با حضور موفق و با روحیه شما در کارگاه تستنی، شما رو به اون توانمندی لازم برای احراز کرسی کارشناسی رسمی دادگستری انشالله برسونیم. به امید خدا و آرزوی دیدار شما در کارگاه تست. مؤسسه فاضل با 21 سال سابقه درخشان اقدام به برگزاری کلاس‌های متفاوت آنلاین ویژه آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری نموده است. در کلاس‌ها صدا و تصویر استاد و تصویر برد هوشمند به وضوح دریافت می‌شود و بعد از برگزاری کلاس فیلم ضبط شده ی جلسات برگزار شده در پروفایل داوطلبی جهت بازبینی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. از شما داوطلب محترم آزمون دعوت می‌شود با استفاده از این کلاس‌ها راه رسیدن به موفقیت خودتان را هموار نمایید. اطلاعات و روش ثبت نام را در تصویر ملاحظه می‌فرمایید.